ببینید امام تمام اونایی که در انقلاب زحمت کشیده بودند و در نهضت، از بعضیشون هم ناراحت بود اما در اینا نگهشون میداشت، نمیگذاش له بشن. من اسم نمیخوام یکی یکی بیارم، نمیگذاش له بشن. داستان خود بنده رو نمیدونم گفتم یا نه، تو زندگی نامم نوشتن یا نه. این امام است و این چیزیه که برای اون مردم خون دادن. آیه اخوی نقل میکرد گفت وقتی امام میخواست سمت دادستانی را به شما بده، من رفتم خدمت امام سلام الله علیه، گفتم که شما میدانید که در حکومت ها یک کسی که میاد تو حکومت بعد به هر حال لجن مال میشه میره بیرون، نمیذارن سالم بمونه، تهمت و افترا بهش میزنن. امام فرمود که من او را میشناسم. این تعبیر من سه بار میگم، او یه بار بیشتر نفرمود. آیا اخوی میفرمود من یه چند قدم دور شدم. حالا مقایسه کنید امام را و کسانی که میخواد سر کارشون بیاره و ارتباطش با دوستانش. من چند قدم آمدم، فرمود آقای سانعی برگرد. یعنی چه آقای سانعی برگرد؟ من برگشتم. فرمود آقای سانعی اما شما را قبل از اخوی شناختم. تحلیل اخوی این بود که وقتی گفته شما را شناختم، امام احساس کرد با اون لطافت روحش، احساس کردم که منو مثلا خوب نمیشناسه، فلذا فرمود برگرد تو را. این زمان نصب، اونم زمان استعفا، که یه جملات از ایشون خونده. حکومت اسلامی حداقل باید با اونایی که زحمت کشیدن خوب رفتار کنه. این اولین کلاس اول سیاسته. منتها چه کنیم، خدا عقلشون رو گرفته است. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الغمقاء. کلاس اول سیاست این عقل اطرافیات رو نگه دار، اطرافیانتون رو نگه دارید. اینایی که 30 سال تو نظام زحمت کشیدن نگهشون دارید. گرهی ده که میشه با دست باز کنید، با دندان باز نکنید. پس یادتون باشد نگذارید امام زدایی بشه. اگر یه جا رفتید و یه کسی از امام سخنی نگفت، بعد که پایین آمد بشو یا شما از امام سخنی نگفتید. اگه فردا شب رفتید گفت چه بهتر، اگه فردا شب نگفت و بیش کارش که ندونه، میشه دعوا که نمیخوایم بکنیم، شما باش ارتباطتون رو قطع کنید تا او بفهمد. البته اون روحانیون وابسته به مردم ها، ولی غیر وابسته که کاری به مردم نداره، مردم هرچی میخوان بگن. اون روحانیون وابسته به مردم، باز یادتون باشد همه ی اهل قلم، همه ی نویسندگان، من تعجبم چرا این حدی که میزنم عمل نمیشه. آقای مروارید که یکی از ارکان نهضت بود، ایشون میفرمود من لرزاده منبر میرفتم 30 شب گفتم، هر شب میگفتم چای منو کم رنگتر بیارید، هر شب با رنگ میآوردم حتی شب آخر. من به عدد سلولای بدنم گفتم آقا امام مگه نمیگی ویژگی دارد؟ بزرگانی که سخنرانی کردید، بسیار سخنرانیاتون عالی بود، یکی از یکی بهتر. حالا من حافظم ضعیف، اسمشون یادم رفته، البته هر کدام در حد خودشون، جوان در حد خودش، رئیس کل آموزش و پرورش سابق استان در حد خودش، دیگران در حد خودش. چرا به امام میگی رحمت الله علیه؟ بگی سلام الله علیه. خب این قرآنه، خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. یعنی بگو صلی الله علیک. حالا ما از سلام الله علیه باک داریم، رحمت الله گفتن این در همون مسیر گاهی قرار میگیرد، نمیخوام بگم قرار گرفته، ولی قرار میگیرد. این یک جهت. دو، ما موظفیم هر رسانه‌ای که دروغ میگوید و خلاف میگوید خودمون را به اون رسانه ها وابسته نکنیم. روزنامه‌ای دروغ میگه، رادیویی دروغ میگه، تلویزیونی دروغ میگه، بنده منبری دروغ میگم، بنده روحانی دروغ میگم،
خودمونو بهش وابسته نکنیم، حداقل گوش و حرفاش ندیم که مبادا تحت تأثیر قرار بگیریم. مخصوصا ایام ماه مبارک رمضان میرسد، اطمینان از به حرفهای اون رسانه‌های دروغ. فردا پنجم ماه، پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه. من چجور بفهمم پس فردا ششم ماه، امرو اول ماه؟ رسانه‌ای که صدها نفر رو گرفتار بند کرده تازه افتخار میکنه ما اینا رو آوردیم، با توهین و تحقیر. این اسلام؟ خیلی خوب، حالا میخواید بازجویی کنی چرا تحقیر، چرا یه لباس خاص، چرا با یه وضع خاص؟ اینا اسلامه؟ اگه اسلام بحثی نیست، باور نکنید. و برای حقوق مردم برید مظلومیت ها را بیابید از هر کجا هست. در حقوق الله تحقیق لازم نیست، اما در حقوق الناس تحقیق لازمه. برید هر جایی که مظلومیت مردم را بیان میکنن، برید اونجا را پیدا کنید، گوش بدید، با خبر بشید چه بر سر مردم میگذرد و چه بر سر افراد میگذرد. شما خواهید گفت که فایده دارد. فایدهش تنفره. تنفر خطرناکه برای هر حکومتی. اولین خطر اینه که باید باج بدهد. هرچه حکومت مردم بیشتر متنفر میشن، بیشتر باید باج بدهد. البته یه جا تنفر زیاد میشه، دیگه باج ندارن برن، همه چیز رو دادن، نفت رو دادن، گاز رو دادن، نمیدونن ثروت‌های معنوی رو دادن، مادی، دیگه چیزی ندارن. المبلس فی امان الله، دیگه چیزی ندارن. اونجاست که دیگه اون حکومت مستبد ظالم نقشه دیگر میکشد. تنفر خیلی خطرناکه برای حکومت‌ها. عزیزان من مایوس نشید، آگاهی بدید با زبان لین و نرم. پس توجه به رسانه‌های دروغگو خلاف قرآن. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بی تعهد تبینوا. حالا اینجوری بگیم این مال قبل بوده؟ نه، حالا چون اسلامیه این روزنامه، چون اسلامیه این رادیو، چون اسلامیه. نه دیگه، چی چی اسلامیه؟ اسلام که دروغ ندارد، اسلام که خلاف ندارد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، خطر سوم، گرفتار اسیر فکری نشوید. امروز تمام تلاش جنایتکاران بر اینه که مردم را ناآگاه نگه دارن، ولذا از کوچکترین آگاهی میترسند، از کوچکترین آگاهی، از اینکه یه نفر با یه نفر تماس بگیره میترسن، از گورستان میترسن. آخه دیگه گورستانم ترس داره، البته شبا آدم میترسه از گورستان، اما روز که نباید بترسد که. گورستان بانگ هست آتیش بزنن، گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتیش بزنن، چرا گورستان میترسید آیون؟ با ترس که قضیه حل نمیشه. اومده سر قبر مردش و مردش حالا اومده، حالا شهید شده، میگه دستتون درد نکنه، قلبشو زدید دستتون درد نکنه، حالا بذارید من براش یه فاتحه بخونم، بذارید براش یه سوره انا انزلنا هفت بار بخونم، چون سر قبر مرده هفت بار. ولی یه جوکی درست کرده بود یه کسی.